انجیل متی 16 رو اگر زودتون شما لطف کنید باز کنید. مبنای صحبت‌های ما در طول این ایام درباره رویای خدا هست. رویای خدا توی باغ عدن که خدا انسان رو شکل خودش آفرید. رویای خداوند 2000 سال پیش عیسی مسیح به خاطر گناهان ما آمد بزن و بهای دردها و رنجهای ما رو داده. حالا اگر ما نمیخوایم قبول کنیم اون یه مسئله دیگه ایه، نمیدونم، ولی خداوند بهاش داده. قصه اون اصل است مسابقه، یادتونه یا نه؟ به دوباره بگم بله یا نه؟ اونا که میدونه، کیا میدونن؟ اونا که میدونن برن به اونایی که نمیدونن بگم. شخص هر شب خواب میدونه که اسما با هم دیگه دارن فوتبال بازی میکنن. میره پیش پزشک. میگه من میام چرا هر شب دارم خواب میبینم که اسما با هم فوتبال بازی میکنن. پزشک میگه دادو میگه دیگه فردا شب میبینی. میگه آقا میتونه میشه منم پس فردا بخورم. میگه چرا؟ میگه آقا فردا شب فیناله. حالا مسیح ما رو آزاد کرده. اگه دنبال فینال بدبختی ها و گرفتاری ها هستیم با رویای دیکته شده زندگی کنید. اما اگر به دنبال مسیح هستید، رویای مسیح برای ما آزادیه، شفاست، آرامشه، امنیته، هرگز غم و نگرانی نداره. میتونید بپرسید آیا در جمع ما کسی هست که اولین بار تشریف آورده؟ اولین بار اومده؟ موزد رو ازشون بگید. نه موزد رو ازشون بگید. خب یه دستم بزنید برای خودتون. بریم بشنویم لطفا. این دقتی هست که یک ایماندار باید داشته باشه. اگر رویای خداوند رو داریم، بدونیم که خداوند ما با ما چگونه صحبت می‌کنه. در انجیل متی تلفن‌هاتون لطفا خاموش بکنید، هم پرده نمی‌کنه، حالا آلارم می‌زنه. و شاگردانش چون به نان طرف می‌رفتند فراموش کردند که نان بردارند. چی رو فراموش کردند؟ شاگردان با مسیح دارن میرن، چی رو فراموش کردن؟ نان رو بیارن؟ نه خیر، فراموش کردن خدا با اوناست. فراموش نکن خدا با توه. تو مریضی ها، تو مشکل ها، تو کمپولی ها، تو تنهایی ها چرا فراموش میکنی؟ خدا با ماست. امروز خدا با ماست که این غیرت رو به ایرانی ها داده تا بتونیم بیستیم این خبر خوش نجات رو به مردم دیگه بدیم. امروز خدا با ماست که میایستیم، گام ها رو بلندتر برمیداریم. مسیح محبتش محدود نمیشه به چهار دیوار توی کلیسا تا بتونیم گام های بلندتری برداریم. دلسوز مردمی باشیم که توی ایران هستن، خبر خوش انجیل رو نشنیدن. همه ماهواره ندارن عزیزان، اگر هم دارن همه شبکه های مسیحی رو نگاه نمی کنن. زمانش شده که با فیض خدا شاهد سرنگونی شیطان باشیم در ایران، چون شیطان داره حکومت میکنه و این مجال رو نباید بدیم. این کار ماست، ما فرزند خدا هستیم، خدا با ماست. خدا رو شکر برای تک تک افرادی که در اپوزیسیون هستن، فعال سیاسی هستن، در رده بالا تا رده های پایین، خدا رو شکر برای وجودشون. اما کار اصلی رو ما باید انجام بدیم و این مجال رو ندیم که مبادا دهان اون رو ببندن بگن شما مسیحیان چی نباید بگید. ما وارثین هستیم، ما سفیران هستیم، ما کاهنین هستیم. این قدرت رو خدا به ما داده که نهیب بزنیم شیطان بیافته. شیطان قدرت داره، اما قدرتش در برابر قدرت پدر من بسیار کم است. در برابر نهیبی که تو میگی بسیار ضعیفه. ما میتونیم نهیب بزنیم که سرنگون با این نظام اسلامی. آمین. و این رو ما باید اعلام کنیم و این رویای دیکته شده است که میگه بر علیه این دولت شیطانی باید سکوت کنه. این رویای خدا نیست. رویای خدا این هست که شیطان سقوط کرد. تموم شد. هزار سال پیش مجال سلطنت هرگز نباید بودیم در سرزمینی مانند ایران که مردم ما خدا دوست هستن، خدا شناس نیستن. به فیض خدا، خدا رو نیست خواهن شنا به توسط من و شما و مینیستری های با غیرت مسیحی. بله عیسی، آگاه باشید که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. پس ایشان در خود تفکر نموده گفتند از که نان بر نداشته این. عیسی این را در یعنی باز هم تفکر و اندیشه دنیوی، اندیشه ای که امروز هم چه بسا من و شما به خاطر مشکلات و سختی ها وقتی وارد کلیسا میشیم باز میخوام به جایی که پر روح القدس
به جای اینکه آزادی کشور عزیزمون ایران رو بخوایم، نجات مردم رو بخوایم، عذر میخوام. یک کاسه چکنم هنوز تو دست منه، میگم من برای این مشکلم، خداوند این مشکل که برداشت میشه، شیطانم میخنده میگه هر روز از این مشکلات برات دارم، تا تو به مشکلات نگاه میکنی منم از این مشکلات برات زیاد دارم. نگاهت به مشکلات نمیشه، میای در حضور خدا، از حضور خدا لذت ببر، توی زمان پرستش به فکر خدا باشی. درست از بکرانی اومدیم که متاسفانه به دروغ شیطان قبله‌ای را به ما نشون دادن، زمانی را به ما یاد دادن، زمانی را برای ما دیکته کردن که ما رو در موقعیت دیگه‌ای قرار بدن، دور از رویای خدا. اما رویای خدا این هست که ما در حضور او باشیم، در برابر پدر است هستیمون که شکل او آفریده شدیم، به توسط عیسی مسیح که ما رو عادل کرد در عدالت او زندگی کنیم. و این حس ترس و نگرانی رو، مشغولیت ها رو برداریم، کاسه چی کنن رو بندازیم دور و از خدا دریافت کنیم سواد پر از برکت، نه برای خودمون بلکه برای دیگران، همکلاسی، همسایه، دوست، خبر خوش نجات رو بهش بدیم، با نبوت بهش بدیم، کمکش کنیم با عطایی که خدا به تو داده. بری دعا کنی در نام عیسی مسیح مریضان شفا بگیرن. متاسفم که گاهی میشنویم که این عطایا برای 2000 سال پیش بوده. هرگز چنین چیزی نبوده. اگر بود من امروز این خدمت رو نداشتم. این عطایا با فیض خدا هنوز داره انجام میشه. بیسیم اون جایگاهی که خدا ما رو قرار داده، جایگاهی که خداوند از ما خواست. حکم خداوند بعد از انجیل یوحنا 3:16 و مکاشفه 3:20 که اعلام میکنه که میباید آنانی که حیات رو داشته باشن به مسیح ایمان بیاورن و عیسی مسیح در پشت قلب تو ایستاده میکوبه و تو اگر باز کنی مسیح با تو خواهد بود. آمین. مسیح با ما هست. این اختیاری بود، این رأی تو بود، میتونستی قبول نکنی. حالا که قبول کردی، این سه ضرورت در زندگی ما هست. یک، به یاد آوریم کار او رو. لوقا 22:19 اشعه ربانی رو همون گونه که اومدید اینجا به یاد بیاریم کار عیسی مسیح رو روی صلیب. نقطه دوم، بمانیم در او. مطابق یوشع 1:8 اعمال رسولان 1:8 یوشع 1:8 به کلام من رو بخون. بمان در کلام مسیح، بمان در رویای مسیح. بیزینست رو خداوند برکت میده، اونقدر نگاه به بیزینست میکنی فراموش میکنی که چرا خدا تو رو به شکل خودش آفرید و چرا تو رو نجات داده. اونقدر به مشکلاتی به کسی بر نخوره، عذر میخوام حق بهتون میدم نسبت به اقامتتون، نسبت به ازدواجتون، نسبت به نیاز مالیتون. باور کنید منم توی صحنه هستم، اما نمیخوام نگاه کنم. اگر میخواستم نگاه کنم الان من شبان این کلیسا نبودم، نه من، نه خادمینی که اینجا کنار من ایستادن. ما در معجزه خدا هستیم، ما در فیض خدا هستیم و شما هستیم. این رو باید بپذیریم که اون گونه که اون میخواد عمل کنیم. پس به یاد آوریم کار اون رو، بمانیم در او و برویم برای بشارت. مطابق انجیل متی 28:19 میگه بروید. اگر مشغول زندگی باشی متوجه نمیشی خدا چه گیفتای خوبی بهت داده، چه عطایای خوبی به تو داده. در مدام خدا آزاری و بعد دیگر آزاری خواهی کرد. بله دیگه نمیستیم اون جای کارم. خواهشم این هست امروز قبل از اینکه نزدیک صبح بشه زندگی تو چک کن. این برادران عزیز من میتونستم توی طولاک بمونم خدمتشون رو بمونم. برسته که شمعون عزیز جبرم باید بیاد اینجا نرد حالشم بگیم پس من شده بیا، ولی برادر جز عزیزم که نجات کردن اومدن. خب عزیز اینا میتونستم بگم به شمعون هم میگفت من اومدم اینجا بخیر دوران نامزد از نامزد بازی هستش دیگه، من باید با نامزدم وقت بذارم دیگه پس با اون باشم. ولی خب وقت گذاشته، تمرین کرده، اومده و همه این ما رو به خدا رو چقدر بیشتر شاد کنه. تو هم سهمی داری، میتونی بگی من هم سهمی دارم، من و شما سهمی داری برای کار خدا. عزیزان شاید قبل از ما تو کلیسای ایران کارمون پرستش میدیدیم، در کنار پرستش کلام رو میشنیدیم، تعلیم میگرفتیم، بشارت هم میدادیم با احتیاط. امروز گام ها رو بیشتر برداریم، باید گام ها رو بلندتر برداریم برای جلال خداوند. ما امروز اندیشه میکنیم برای آزادی ایران، نه تنها به توسط ایران دنیایی بسته آزاد بشه. ما سربازان خدا هستیم،
خدا با اینا کار داره. برای همین هست شیطان داره اونجا عمل میکنه. نهیب میزنیم در نام عیسی مسیح تا بیفته و خداوند کارش رو انجام بده. بله بفهمید آیا از یاد بودی؟ الان خواهر ما اینجا گبانی داره. یکی از دلایلی که من دوست دارم زمان عشای ربانی گبانی بشنویم علتش این هست که به یاد بیاریم. خواهش میکنم وقت هست در زمان عشای ربانی لطفا بیا به یاد دیگران بیا کارهای خداوند. این خودش بشارته به یاد بیاریم که مسیح چه کار کرد تو زندگیمون. اگر در گذشته مسیح با ما چنین کرد آیا من رو رها میکنه؟ اگر در گذشته خداوند فرزند من رو شفا داد، زندگی من رو برکت داد و امروز من تو برکت خداوند هستم، تا یه مشکل کوچیک میشه من باید فراموش بکنم؟ پس به یاد بیاد کار خداوند رو. عزیزان اونهایی که به دنبال مسیح بودن به دنبال چند مالی و چند نان بودن، امروز چرا؟ چون مسیح هنوز تا اون زمان برای اونها نمرده بود و قیام کنه، اما برای ما مرده و قیام کرده. خودت رو اسیر کاسه چه کنم نکن. بس صحبتم هر مشکلی که هست، شاید بعضیاتون میگید که بعد از خودتون میبینید بی خواهرم به زمان نمیبینید حالا میدونه همین این مامیان مطابق رومیان 828 باعث جلال خدا بشه، مشکلات و سختی ها به خیلیت تبدیل بشه. مجال این رو بدیم نباید بدیم. این آلارم ها رو میشنمید الان اتفاقا خیلی خوبه. میدونید چرا؟ توی زندگی ما از این آلارم ها میاد مال من توست، مال من توست. ما باید از خدا بشنم. صبح تا شب هزاران خبر میاد که تو رو اذیت کنه، حواس تو رو پرت کنه که در حضور خدا باشی، در حضور خدا باشی و پادار به کلیسا باش، وفادار به کلام خدا باش، به روی خدا باش. این آلارما نذار تو رو بترس. هر کس گوشات رو بده به صدای خدا، با تو کار کنه. خودت رو بسپار به خدا، خدا زندگی تو رو کافر میکنه، بهتر از من تو بتونه دیزاین کنه زندگی تو. بله و نه آن هفت نان و 4000 نفر و چند زنبیلی را که برداشتی، پس چرا نفهمیدید که درباره نان شما را نگفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ خمیرمایه فریسیان خمیرمایه مذهب شده بود، تکرار شده بود. امروز هم خیلی ها مخالف من هستن که چرا من درباره ایران صحبت میکنم؟ چون گذشتگان درباره یک مملکت کمتر صحبت میکردن، کمتر مثل مارتین لوترها بودن. برای همین هست یک خمیرمایه دیگه شده و گویا دوباره توی یک مذهب شیک همه داریم قدم میزنیم بدون اینکه یه دقیقه واسه ببینیم آیا درست ایستادیم یا نه. نکنه ما تو مذهب گرفتار شدیم، نکنه ما اسیر شدیم. چون فریسی ها کلام رو به خوبی میدانستن، حقیقتا خدا رو دوست داشتن و منتظر ماشیه بودن، اما یک جا خودشون رو گرفتار کرده بودن توی دایره مذهب، تکرار میکردن آنچه را که دیگران انجام دادن، مطیع آنها شدن به جای که مطیع کلام خدا و روح خدا بشن. و یک خمیر مایه دیگه ای بود، خمیر مایه زندگی تو عوض کن تا مبادا رومیان 12:2 پیش بیاد که میگه هم شکل این جهان نشو، هوشیار باش، زندگی تو تمیز کن. لازم است توبه کن، منم توبه میکنم، هر روز توبه میکنم تا آدم هستم توبه میکنم. اگه بمیرم فرشته بشیم، تبدیل بشیم که فرشته نمیشیم، تبدیل میشیم. یه دل به توبه نداریم، توبه باید بکنیم، تقدیس باید بکنیم، پوزش باید بخوایم از خودمون، از خانوادهمون، از خلق خدا. همیشه تو این مسیر باید قدم برداریم اگر زندگی سالمی که مسیح به ما داده رو میخواییم داشته باشیم. بله هانگوف دریافتند که نه از خمیر مایه نان بلکه از تعلیم فریسیان و صدوقیان حکم به احتیاط مرد. چقدر تعلیم، چقدر تعلیم. شما نگاه کنید تمام فضای مجازی که دارید میبینید همش تعلیم، همه تعلیم میدن و ما نمیشناسیم. یه روز ایمان رو برده تعلیم میده، 10 روز ایمان رو برده تعلیم میده، 20 سال ایمان رو برده تعلیم میده، همه میخوان تعلیم بدن. و اینجاست که من یه مواظب بشید برای شوشانه نمیگم بد هست، اما انگار یادمون رفته بریم بشارت بدیم.
همه تعلیم میدیم، همه معلم هستیم و خیلی هم خوب شده الان جلوی تلویزیون مثل کشیش رسول میریم با کلوات و اونجا صحبت میکنیم. خدا محبت هست، چقدر خوبه، همه دوست دارن، بهترین صحبت هست. ولی یادم رفته من باید تو جمع مردم برم. مسیح که خدا به من و تو داده یک بوی داره که دیگران رو جذب میکنه، بوی روح القدس هستش، عطر اون عطر آرامش هست. نمیتونیم ما همه رو بادریم، بعضی ها هستن خواندگی دارن اما همه نیستن، جلوی کامپیوتر ایستادن، جلوی تو فیسبوک تو ایستادن. خدا رو شکر برای بزنید با یه آیه کار خداوند رو تموم کردن. همه تو فیسبوک هزاران آیه هست، به فکر مردم درمان توی ایران هیچ کس نیست، اگر هستن کم هستن. اگر خدا رو ملاقات کنن دوباره، به تازگی ملاقات کنن، متوجه میشن که از خمیر ماییه دوباره این دنیا و فریسیان و تعلیم دارن میدن جلو که همه چیز آرومه، خوش باشیم. فراموش میکنیم برای چی خدا من ما رو نجات بده، اصلا چرا اجازه بده دیگه زنده باشیم، چرا مثل دوز بالای صلیب خدا من ما رو نبرد که راحت بشیم. ماندیم تا بتونیم در او بمانیم، او رو به یاد بیاریم و بریم و بشارت بدیم. برای این ماندیم زندگی تو چه کن قبل از این که میخواییم به سوره خدا من نزدیک بشیم. هست آیه بازم؟ بس خواهش میکنم از شما عزیزم، خواهش امروز اگر کشیش رسول میگه به کشیش رسول نگاه کن، لطفا تمام عرایض من رو در ذهنت باطل کن، بذار خدا باز. من نمیخوام صحبت های من تو بعد به شما قرار بگیره، من کسی هم که شما رو در این آزار کنم انسان هستم، اما این خدایی که به تو وعده داده و این خدا منی که به خاطر من رو تو روی صلیب رفته، این هرگز تو رو آزار نمیده، هرگز برای تمام سوالات زندگی تو جواب درست داره. مثل من نمیاد فقط فرمالیته یه چیزی رو تموم کنه نسبت به سوالات زندگی تو. او خدای زنده است، قد عاشق تو هستش و میخواد دست یاری به تو بده، اون رو از او بشتر. من کاری به واعظین خوب دیگه ندارم، خدا رو شکر برای بزنشون، اما لطفا عرایض من رو با کلام خدا من چکنی و در حضور خدا ببریم که آیا این روز هست یا نه. من روز به روز پیرتر میشم، هرچند همیشه تو پرانتز میگم پیر جد آقای بود، ولی من روز به روز پیرتر میشم و حافظم از دست میدم. دختر و پسری که میخواستن ازدواج کنم، دختر میگه من میخوام کسی منو عقد کنه که پدر مادرم عقد کرد. بالاخره میرم این کشیش رو پیدا میکنم، خیلی پیر شده، نمیتونم من پیرم. یه نه تو باید مرا عقد کنی، چون پدر مادر ما خیلی خوشبخت هستن. هیچ بالاخره اون رو میارم برای میشنم دیگه اون حافظه رو نداشته، به جایی که برای اولا بولنتیان باب 13 رو باز کنه در باره محبت دو طرفه صحبت کنه، یک دفعه میره انجیل لوقا رو باز میکنه و 24 آیه 34 باز میشه، 34 باز میکنه، میگه خداوند از گناه اینان بگذر زیرا نمیدونن دارن چی میکنن. ما نمیدونم از آخر انسان ها امروز سخن میگن، قوی صحبت میکنن، فردا پیر میشن. لطفا به خدایی که هرگز پیر نمیشه همیشه به تو بد بوده هست صفت بیست. الان که میخوایی نزدیک سفره خدا من بشی، دلت رو بشی به توسط خدا بزن، خدا باید صحبت کنن. گوش کن لطفا وقتی صحبت میکنم، یه گوش شنر رو بشته باشی، گوش کن قوی صحبت تو بکن، اجازه بده این بخشش بیاد حتی نسبت به کسایی که تو رو اذیت کردن، حتی اگر زهری در جسم. خدا قادره، خدا میخواد تو رو شفا بده. چرا ما میگیم اراده خدا؟ اراده خدا این نیست که خدا نمیخواد ما رو شفا بده، خدا میخواد اما به طریق خودش بهترین شفا رو میگه، به طریق خودش که ما رو آفریده. آمین. از خادمی خواهش کنم لطفا با من باشن، امیر عزیزم لطفا.